همراهان محترم سلام، وقت بخیر. به این سروی مهم خبری از کانال بریکینگ نیوز افغانستان خوش آمدید. جهادی آگاهی از تازه ترین خبرها، کانال ما را سابسکرایب کنید و در ادامه با مشروع خبرها. منبع محلی از پنشیر به افغانستان انترنشنال میگوید که بمداد امروز دوشنبه طالبان بر موادی جبهه مقاومت در ولسوالی شتل حمله کردند. با گفتی این منبع، پنج چرخبال طالبان با قصد عملیات نظامی در بخشای از این ولایت فرود آمده است و شماره از چرخبال ها هنوز در آسمان پنشیر در حال پرواز است. امرالله صالح در خطبه های نماز جمعه مردم تهدید شدند، بر مرغتان هم رحم نخواهد شد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور پیشین میگوید که ملا امامان مسجد در ولایت پروان به دستور طالبان مردم را تهدید کردند که اگر حمله ای از هر نقطه علیه طالبان صورت بگیرد، جزایش را به مردم آن منطقه خواهد دید. آقای صالح روزی یک شنبه یا که خود در برگه فیسبوکش نوشته است که ملا امامان مسجد در ولسوالی جبل سراچ ولایت پروان در خطبه نماز جمعه هفته گذشته به دستور طالبان مردم را هشدار دادند که اگر حمله از هر نقطه علیه موادی حکومت طالبان صورت بگیرد، حتی به مرغ منطقه نیز رحم نخواهد کرد و مردم آن منطقه جزایش را خواهد دید. و سخنان را از ملا امامان مسجد در این ولسوالی نقل قول کرده و نوشته است اگر بالای این حملات و انداخت ادامه یابد، یادتان باشد که بر مرغتان هم رحم نخواهد شد. از هر نقطه که بالای ما فیر باشد و از هر منطقه که بالای ما فیر شود، جزایش را ما میدهیم. اگر مرد کشته شد و یا خانه تان ویران شد، مسئولیتش با شماست. این یک هشدار می باشد و بروید این کار را توقف دهید. رولا صالح می گوید که این ادبیات پس از آن از سوی ملا امامان مسجد در این ولسوالی به کار گرفته می شود که اخیرا حملات چریکی علیه موادی طالبان در این ولسوالی افزایش یافته است و این معتقد است که این ادبیات نفرت مردم را علیه طالبان آتشین تر می سازد. مارشال عبدالرشید دوستم همراه با فرماندهانش ترکیه را به مقصد تهران ترک کرد. الحاج رحمت الله ترکستان فرمانده پیشین قماندان امنیه جوزجان و تعداد از فرماندهان حزب جنبش وارد فرودگاه تهران شدند. منبع مارشال دوستم همراه با سیاسیون که در تهران هستند ارتباط داشته و از آمادگی برای بهار پیشرو خبر داده است. سپاس از همراهی شما تا این لحظه.